بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنیم این ایده بزرگ را به همه شما برادران و خواهران عزیز، مسئولین کشور و همچنین به میهمانان عزیزمون، سفرای کشورهای اسلامی که در جلسه حضور دارند و همچنین به همه ملت بزرگ و مؤمن و مخلص ایران و به همه مسلمانان عالم و به همه آزادگان جهان. ایده مبعث از این جهت بزرگترین خاطره های تاریخی ماندگار است که یک مقطع فوق‌العاده حساسی را در تاریخ بشر به وجود آورده است و عرضه کرده است بر بشریت، یک مسیری را، یک راهی را که اگر آحاد بشر در این راه حرکت بکنند، همه خواسته های فطری و طبیعی و مطلوب های تاریخی بشریت برآورده خواهد شد. در طول تاریخ که نگاه کنید، بشریت از نبود عدالت مینالیده است. یعنی عدالت خواسته بزرگ همه آحاد بشر است در طول تاریخ. امروز اگر کسی پرچم عدالت را به دست بگیرد، در حقیقت یک خواسته تاریخی طولانی طبیعی فطری انسان را مطرح کرده است. خب اسلام، آیین اسلام، حرکت اسلام، بعثت نبی مکرم در وهله اول در جزو فهرست اولین هدفها به دنبال عدالت است، مثل همه پیغمبران دیگر. یک خواسته مهم بزرگ اساسی دیگر بشر صلح و امنیت و آرامش است. انسانها برای زندگی، برای پرورش فکر، برای پیشرفت عمل، برای آسایش روان احتیاج دارند به آرامش، به محیط و فضای امن و آرام، چه در درون خودشون، چه در محیط خانواده، چه در محیط جامعه، چه در محیط بین الملل. آرامش و امنیت و سلامت و صلح یکی از خواسته های اساسی بشر است. اسلام پیام‌آور امنیت و صلح و سلامت است. اینی که ما میگوییم به تبع قرآن و با تعلیم قرآن که اسلام دین فطرت است، یعنی این. اون راهی را که اسلام در مقابل بشر می‌گذارد، راه فطرت است، راه برآوردن نیازهای فطری انسان است. با این جامعیت، با این دقت، با این اهتمام
بعثت پیغمبر اکرم از سوی پروردگار عالم به وجود آمد و فلاح بشریت را به او وعده داد و مژده داد. بشیرن و نذیرن در درجه اول بشارت به همین زندگی آرام، زندگی همراه با عدالت، زندگی متناسب با ساخت بشر است. دنبال این هم البته بشارت ثواب الهی است که مربوط به زندگی دائم انسانه. لذا بعثت پیغمبر در واقع بعثت رحمت است. رحمت الهی با این بعثت شامل حال بندگان خدا شد. این راه جلو انسانها باز شد، عدالت را مطرح کرد، امنیت و سلامت را مطرح کرد. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. با این دستورها، با این تعالیم، پیغمبر اکرم راه‌های سلامت را، راه‌های امنیت را به انسان‌ها نشان داد. این سبل سلام، راه‌های امان، راه‌های آرامش، راه‌های امنیت مربوط به همه محیط‌هایی است که برای انسان اهمیت دارد، از محیط درونی قلبی انسان بگیرید تا محیط جامعه، محیط خانواده، محیط کسب و کار، محیط زندگی جمعی و تا محیط بین المللی. این اون چیزی است که اسلام به دنبال آن است. اونچه که در اسلام به عنوان هدف دشمنی معرفی شده است دقیقا عبارت است از اون نقاطی که با این خطوط اصلی زندگی بشر در معارضه هستند. کسانی که با عدالت مخالفند، کسانی که با صلح و امنیت و آرامش مخالفند، کسانی که با صفا و روح مصفای انسانی و متعالی انسانی مخالفند، اینها نقطه مقابل دعوت پیغمبرند. برای عدالت است که خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرده است. مخصوص اسلام هم نیست، جهاد در همه ادیان الهی وجود داشته است. اون کسانی مقابل دعوتند که با آسایش مردم، با آرامش مردم، با آسایش جامعه، با تعالی جامعه مخالفت می کنند، معارضه می کنند، دشمن منافع انسانها هستند. این همون نقطه ایست که اسلام اون رو هدف قرار می دهد. از اول بعثت هم نبی مکرم اسلام با آیاتی که وحی الهی به اوست این نقاط روشنی را مشخص کرده است. در همین سوره مبارکه اقرا که آیات اول اون ظاهرا اولین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده است، آیات بعدی با فاصله وارد نازل شده است ولی مربوط به همون اوائل بعثت است. کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه، ناصیه خاطئه کاذبه، فلیدع نادیه، سندع الزبانیه. تهدید میکند اون کسانی را که در مقابل این دعوت رحمت، دعوت عزت، دعوت آرامش و امنیت ایستاده اند، در همین اولین سوره قرآن مورد تهدید قرار می گیرند. یا در سوره مبارکه یا ایها المدثر که
اون هم جزء اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده است. اونجا هم تکیه می شود بر روی عنصر معارض با زندگی مردم، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. در مقابل اون کسی که معارض با پیغمبر است، اون کسی که معارض با منافع جامعه انسان هاست، اون کسی که معارض راه حق است، اشاره می شود به ایستادگی این حرکت عظیم و این معارضه. لذا در اسلام مبارزه هست، جهاد هست، منتها این جهاد جنگ در مقابل معارضان با آرامش زندگی بشر، معارضان با عدالت، معارضان با سعادت بشر، جنگ با اینهاست. لذا قرآن کریم و سیره پیغمبر رو که ملاحظه کنید، پیغمبر اکرم از همون روزی که حکومت اسلامی تشکیل شد، کسانی بودند غیر مسلمان در زیر سایه پیغمبر زندگی امن و امانی داشتند. یهودیانی که در مدینه بودند، پیغمبر با اینها قرارداد بست زندگی آرامی رو در کنار پیغمبر بگذرانند، منتها توطئه کردند، معارضه کردند، خیانت کردند، خنجر از پشت فرو کردند، پیغمبر در مقابل اینها ایستاد. اگر یهود مدینه معارضه نمی کردند، دشمنی نمی کردند، خیانت نمی کردند، شاید پیغمبر هرگز به اونها تعرضی هم نمی کرد. بنابراین دعوت اسلامی دعوت معنوی است، دعوت با استدلال است، دعوت به معنای عرضه زندگی روشن و سعادت آمیز برای بشر است. معارضینی در مقابل پیدا می شوند، اسلام این معارضین را از سر راه بر می دارد. اسلام منفعل عمل نمی کند. معارضی که وجود داشته باشد که معارض سعادت انسان است، معارض دعوت حق است، اسلام با این معارض پنجه در میافکند، در مقابل او ایستادگی میکند. این رو مقایسه کنید با اونچه که قدرت‌های متجاوز عالم در طول تاریخ عمل کرده اند، امروز هم عمل میکنند، جنگ میکنند برای توسعه قدرت، جنگ میکنند برای توسعه بی‌عدالتی. امروز شما نگاه کنید در دنیا قدرت‌های مسلط و مستکبر عالم تسلیحات درست می‌کنند برای تهدید بشریت، نه برای گسترش عدالت، برای گسترش بی‌عدالتی، نه برای دادن امنیت به بشر، بلکه برای سلب امنیت از کسانی که تسلیم آنها نباشند. امروز اینه مسئله در دنیا. اینی که ما جاهلیت مستقر امروز دنیا را جاهلیت مدرن مینامیم، این به خاطر همین است. دوران جاهلیت پایان نیافته است. جاهلیت یعنی مقابله با حق، مقابله با توحید، مقابله با حقوق انسان، مقابله با راهی که خدا برای انسانها در جهت سعادت گشوده است. این امروز هم هست، با شکل مدرن، با استفاده از دانش، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، با استفاده از سلاح هسته‌ای، با استفاده از انواع تسلیحات برای پر کردن کیسه صاحبان صنعت‌های مخرب و منهدم کننده زندگی بشر. داستان تسلیحات و هزینه‌های نظامی امروز در دنیا
یکی از داستانهای غم‌انگیز بشریت است. امروز در دنیا کارخانه‌های اسلحه سازی انواع سلاح‌ها را می‌سازند برای اینکه این سلاح‌ها فروش برود، در دنیا جنگ ایجاد می‌کنند، انسان‌ها را به جان هم می‌اندازند، دولت‌ها را در مقابل هم قرار می‌دهند، ایجاد تهدید می‌کنند تا بتوانند این فکر خائنانه، این طمع خباثت آلود خودشون رو تأمین کنند و اشباع و ارضاء بکنند. لذا جنگ در دنیا تمام نمی‌شود تا وقتی که ابرقدرت‌ها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند. جنگ در دنیا تمام نمیشه. جنگ برای اونها دارای منافع مادی است. این جنگ، جنگ در راه عدالت نیست. دروغ میگویند آمریکایی‌ها و دیگران که میگویند ما جنگ میکنیم برای اینکه امنیت بدیم. نه، درست عکس این است. هر جا حضور نظامی و حرکت نظامی دارند، موجب ناامنی و موجب بی‌عدالتی و موجب سخت کردن زندگی برای انسان‌ها هستند. انسان‌ها از وقتی که این ابزارهای مدرن در دنیا به وجود آمده است، انسان‌ها دچار فشارند. در گزارش‌ها ملاحظه کردیم در طول 45 سال، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1990 مسیحی، 45 سال که به اصطلاح دوران جنگ سرد نامیده می شود، در گزارش های رسمی بین المللی آمده است که در این 45 سال فقط 3 هفته در دنیا جنگ وجود نداشته است. در تمام این 45 سال در گوشه و کنار دنیا جنگ هایی وجود داشته است. این جنگ ها رو کی به وجود می آورد؟ همون کسانی که تسلیحات رو ایجاد می کنند، تولید می کنند. هزینه های نظامی قدرت های بزرگ امروز یکی از سرسام‌آورترین هزینه هاست. طبق آمارهای خودشون در همین سال گذشته مسیحی، دولت آمریکا بیش از 600 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی کرده است. این هزینه های نظامی رو ما امروز در همسایگی خودمون داریم مشاهده می کنیم. صرف افغانستان می شود برای سرکوب ملت مسلمان افغانستان، صرف عراق می شود برای در قبضه نگه داشتن ملت عراق، صرف کمک به رژیم خبیث صهیونیستی می شود برای ملتهب نگه داشتن همیشگی خاورمیانه. اینهاست امروز جهت قدرت‌های فاسد، اینه. اسلام با اینها مبارزه می‌کند، با اینها مخالفت می‌کند. اونهایی که صرفه و صلاحشون در این است که ملت‌های مسلمان، دولت‌های مسلمان با یکدیگر بجنگن، از یکدیگر متنفر باشند، از یکدیگر بترسند، یکدیگر را تهدید به حساب بیاورند، اینا همون کسانی هستند که دوام قدرت استکباری و استعماریشان به این وابسته است که در دنیا جنگ باشد. جنگ برای اونها وسیله غارتگری های اونهاست. این همه انسان ها نابود بشوند، این همه اموال ملت ها صرف خرید تسلیحات بشود، صرف تولید تسلیحات گران قیمت بشود، برای چی؟ برای اینکه صاحبان کمپانی‌های بزرگ پول بیشتری به دست بیاورند، لذت بیشتری از زندگیشون ببرند. این همون نظام طاغوتی جاهلانه خطرناک بشریت است که متأسفانه
حاکم است بر زندگی انسانهای دور از جاده توحید و این قطعا باقی نمی ماند. این روش چون خلاف حق است، چون باطل است، از بین رفتنی است. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل یعنی اون چیزی که برخلاف سنت الهی در آفرینش است، این از بین رفتنی است، این زائل شدنی است، این مندنی نیست. و نشانه های این زوال رو هم امروز انسان مشاهده می کند. به وضع بین المللی که نگاه می کنه انسان می بینه نشانه های این زوال را. وضع دنیا عوض شده است، ملت ها بیدار شده اند. خوشبختانه این بیداری در ملت های مسلمان بیشتر است. ملت های مسلمان، حکومت های مسلمان، اهمیت اسلام و عظمت اسلام و عظمت این تکیگاه مورد اعتماد رو و قابل اطمینان رو دارن درک میکنن. امروز بیداری اسلامی در دنیای اسلام موجب شده است که قدرت ها دیگه اون توانایی گذشته رو نداشته باشند. وضع آمریکا امروز با گذشته فرق کرده است. قدرت های بعد از آمریکا هم وضعشون همین جور است، معلوم است. راه توحید را باید ملت‌های مسلمان مغتنم بشمرند، وعده الهی را صادق بدانند. امروز سعادت مسلمان‌ها در این است که با یکدیگر متحد بشوند بر محور اسلام. دشمنی البته هست و خواهد بود. هر جا بیداری بیشتر باشد، دشمنان بشریت احساس خطر بیشتری میکنند، دشمنی بیشتری میکنند. ما معنای دشمنی هایی که امروز با جمهوری اسلامی میشود رو خوب میدانیم، خوب میشناسیم، علت این دشمنی ها رو میدانیم. چون جمهوری اسلامی پرچم بیداری ملت‌های مسلمان را در دست گرفته است. چون جمهوری اسلامی ملت‌ها را و دولت‌ها را دعوت به اتحاد، دعوت به عزت می‌کند. عزت خودشون را قدر بدانند در سایه اسلام. دشمنی به خاطر اینه. این را ما می‌دانیم و می‌دانیم که این دشمنی‌ها ناکام خواهد شد، همچنانی که تا امروز ناکام بوده است. 31 سال است علیه جمهوری اسلامی تلاش میکنند و 31 سال است که به فضل پروردگار جمهوری اسلامی روز به روز ریشه دارتر و قوی تر میشود. این روند همچنان ادامه خواهد داشت. دشمنی هرچه ادامه پیدا کنه، مردم ما، مردم مسلمان، عقبه های مردمی در دنیای اسلام بیشتر خود را خواهند باز یافت، بیشتر قدر خود را خواهند شناخت. و امیدواریم که خداوند متعال کمک کند به همه دولت‌های اسلامی، به همه ملت‌های اسلامی، به خودشون اعتماد کنند، به خودشون تکیه کنند، از قدرت‌های مستکبر نترسند، بدانند که این قدرت‌ها نیروشون رو به زوال است، نیروی جعلی و باطل است و این باطل باقی موندنی نیست. آنچه که میماند و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که باقی میمانه اون چیزی است که به سود بشریت است، به سود انسان هاست. امیدواریم خداوند متعال ما همه را به طریق اسلام و به راه های اسلام به برکت بعثت نبوی بیشتر نزدیک کند، دلهای ما را با احکام الهی، با معارف الهی بیشتر آشنا کند.
دلهای ملتهای مسلمان را به یکدیگر نزدیک کند، دستهای دولتهای مسلمان را در دست یکدیگر گره بزند تا بتواند امت اسلامی انشاءالله قدرت خود و عزت خود و آبروی از دست رفته خود را باز یابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.